سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. امروز میخوام توی این ویدیو اندازه‌گیری بالاتنه رو بهتون آموزش بدم، همطور که مشخصه. و خب یکی از آموزش ها و یکی از کارهای مهمی که هر خیاطی قبل از اینکه بخواد الگو بکشه انجام بده، باید این که یه اندازه‌گیری اصول دقیقی از خودش یا شخصی که میخواد براش لباس بدوزه داشته باشه. در طول آموزش چند تا نکته و ترفند بهتون گفتم که خیلی بهتون کمک میکنه که لباسی بدوزید که پرو خیلی کمتری داشته باشه. پس آموزش رو حتما ببین تا آخرش، همراه هم باش و از دستش نده. بریم با هم آموزش رو ببینیم. خب اولین نکته که قبل از اندازه گیری مهم هست اینه که شما به مشتریتون بگید زمانی که میخواید بیاید و اندازه هاشو بگیرید یه لباس مناسب بپوشه. لباسش نباید گشاد باشه، مثلا یه تاپ جذب براش مناسبه که برجستگی بدنش رو نشون بده و به راحتی بتونید اندازه هاش رو بگیرید و دقیق باشه. لباس زیری که میپوشه لباس زیری باشه که برای این لباس استفاده کنه و لباس زیر مناسبی تنش باشه. اگر لباس مجلسی هست و برای این شخص این لباس مجلسی میدوزید و گن هم استفاده میکنه، حتما روز قبلش بهش بگین که گنش همراهش باشه، گن رو بپوشه و بعد اندازه هاش رو بگیری، چون اینطوری اصلا همه اندازه ها به هم میخوره. خب بریم برای اندازه گیری و بهتون میگم که باید چه کار بکنیم. اولین کاری که ما باید برای اندازه گیری بکنیم این هست که یه دونه نوار به اسم نوار کرسله توی گودترین قسمت کمر میبندیم، یعنی توی گودی کمر. افرادی که لاغر هستن، خب وقتی که دست میزنید کناره های بدنشون یک فرو رفتگی هستش که همینجا میشه گودی کمر این اشخاص. ولی اشخاصی هستن که خب یه مقدار وزنشون بالاتر هستش و این جاها پره و خیلی نمیتونید تشخیص بدید که گودی کمرش کجاست. میان چه کار میکنید؟ بهش میگین که دستش رو کنار بدنش بذاره، هر یعنی به صورت خمیده، خیلی جمع نه، خیلی هم پایین نه، کنارش اینطوری راحت بذاره دستش رو. هر جایی که آرنجش بود، هر جایی که آرنج به بدن برخورد میکنه و کنارش هست، همونجا میشه گودی کمر این شخص. ما باید این بند رو ببندیم. حالا بندمون چه بندیه؟ بندمون به این صورت هستش. بعضیا میان یه نواری رو میبندن که پهنا داره 1-2 سانت. خب این خیلی اندازه هاتون دقیق نمیشه با این نوار، با این بندی که میبندید. بهتره که یه نوار باریک باشه که پهنا نداشته باشه و ما میایم این رو توی همون گودترین قسمت کمر این رو میبندیم به این شکل. و ما با استفاده از این نوار میایم قسمت بالای بالاتنه و پایین بالاتنه رو اندازه میزنیم، یعنی میاد جدا میکنه این نوار بالاتنه رو از قسمت پایین بدن. خب حالا ما برای شروع کار میایم و یه سری اندازه ها رو میزنیم دیگه. ما اینجا توی اندازه گیری یه سری خطهای افقی داریم و یه سری خطهای عمودی. حالا من خودم میام اول از خطهای افقی شروع میکنیم. خطهای افقی که مهم هستن توی اندازه گیری مثل دور سینه، دور کمر، دور باسن، که اینها اندازه های اصلی بدن ما هستش. و یه سری خطهای عمودی مثل عمودی مهم، مثل قد بالا تنه جلو، قد بالا تنه پشت، قد باسن، اینها هم جزو خطوط عمودی هستش که خیلی مهم هست توی اندازه گیری. اولین قسمتی که من میخوام اندازه بزنم دور کمر هست. دقیقا از روی همین بندی که من دور کمر بستم به این صورت، ببینید به این شکل دور کمر میبندید و یه دونه انگشت هم زیر مترتون هست، با یه دونه انگشت فاصله به این شکل. بندتون نه خیلی سفت هست و کیپه تو بدنتون، نه اینکه خیلی گشاده، به همین راحتی یه دونه با فاصله یه انگشت خیلی آروم این رو حرکت کنه. و اینه که این خط باید قسمت جلو و قسمت پشت تو یک راستا باشه، مثلا جلو پایین نباشه و قسمت جلو رفته باشه بالا. ببینید الان من بهتون نشون بدم، ببینید الان ما باید اندازه گیریمون دقیقا قسمت پشتمون و قسمت جلومون توی یک راستا باشه به این شکل. الان من مانکن روبروی شما میخوام باشه که ببینید اندازه ها رو که به چه صورتیه، ولی در حالت وقتی بدن شخص رو میخوان اندازه هاش رو بگیرید، شما شخص روبروی شما هستش به این صورت،
یعنی شما روبروی هم هستید و مسلط هستید به شخص، بهتره که یه دونه آینه هم پشت بدن مشتری باشه که راحت بتونید این خطها رو ببینید. مثلا من الان این رو میذارم دور کمر، ببینم که اون قسمت بالا هست یا پایین. اینطوری خم هی نمیشید که ببینید الان چه جوریه وضعیت مترتون، و یه خورده حرفه‌ای ترم هست با این کار. حالا مرحله بعد مرحله اندازه‌گیری دور سینه است. خب الان ما میخوایم برجسته ترین قسمت سینه رو اندازه بزنیم، دورش رو. ببینید این قسمت، خب متر رو مثل دور کمر میذارم دور سینه شخص و به این صورت اندازه میزنم. حواسم هست که پشت و روی، خب این یه خورده چون مانکن پارچه است سر میخوره. ببینید پشت و قسمت جلوی بدن باید توی یه راستا باشه و میان با فاصله یه انگشت زیر متر، یعنی یه انگشت زیر متر هست، اندازه میزنم. یه فاصله کوچیک، یعنی با یه انگشت بهش میدم و روی یکی از سینه ها میذارم. نمیام این رو این روی قسمت وسط سینه اندازه بزنم. ببینید نمیام اینجا اندازه بزنم. ببینید نمیام اینجا، یا این سمت یا این سمت اندازه‌شو میزنم. بعد اندازه بعدی و مهمترین اندازه ما، اندازه دور باسنمون هست. خب برجسته ترین قسمت باسن هستش که ما باید متر رو دورش قرار بدیم و اندازه بزنیم. مثل اندازه دور سینه، متر هم پشت هم جلو باید در یک راستا باشه. حتما به این نکته دقت کنید. خب الان من براتون اندازه بزنم ببینید به چه صورتی میشه. پشت الان دقیقا از روی برجسته ترین قسمت و با یه دونه انگشت زیر متر اندازه‌مو میزنم. این مدل برای کسانی هستش که خب شکم ندارن و خب شکم تختی دارن دیگه. برای کسانی که شکم دارن ما یه کار دیگه میام انجام میدیم. میام چه کار میکنیم؟ میایم دقیقا، حالا دو تا روش هست. اولیش اینه که مصرمون از قسمت برجسته باسن رد میشه و این رو حالا سر متر، این دقیقا قسمت برجستگی باسن هست، و جلو رو میاریم روی شکم اندازه میزنیم. متر رو میاریم بالا و دقیقا 2-3 سانت پایین تر از ناف ما متر رو نگه میداریم. به این شکل میبریم بالا و به صورت هشتی میشه این قسمت. ببینید به این صورت میبریم بالا و اندازه میزنیم این شکلی. حالا اگر که از این روش نخواهید استفاده کنید، میتونید به مشتریتون بگین که یه خطکش جلوی شکمش بگیره، اینطوری عمود بر زمین باشه این خطکش و شما دور باسن رو حالت عادی دو طرف توی راستا اندازه بزنید. این خطکش چه کار میکنه؟ ببینید مثلا من الان اگر برجستگی شکمم اینجا باشه، این برجستگی رو نشون میده، یعنی این مشخص میکنه که این الان برجستگی شکم من هستش و من دور این متر رو قرار اندازه بزنم دیگه. این مقدار هم حساب میشه. ببینید الان مثلا ما فرض میکنیم که مشتری متر رو گرفته جلوی بدنش و ما این رو به این صورت اندازه میزنیم. هر چقدر که این شکم ما برجستگی داشته باشه، از این متر از بدن فاصله داره. ببینید به این صورت. ممکنه این متر بیاد جلوتر، فاصلش بیشتر بشه و این اندازه برجستگی شکم هم حساب میشه توی اندازه گیری. پس این نکته هم خیلی نکته مهمی هستش. پس برای کسانی که شکم برجستگی دارن، دو تا روش برای اندازه گیری باسنشون هست. یه نکته مهمی که موقع اندازه گیری من میخواستم بهتون بگم اینه که ممکنه که شخص پشت خمیده داشته باشه یا همین شکم بزرگی داشته باشه. ما به مشتری نمیگیم که شکمتو بده تو من اندازهاتو بگیرم یا خودتو صاف کن اندازهاتو بگیرم. نه، همون حالتی که ایستاده این میشه استاندارد بدن این شخص و ما اندازه هاشو میگیریم. پس بهش نمیگیم که حالا خودتو صاف کن یا شکمتو بده تو یا مدل های دیگه. این میشه جزء ایرادهای اندامی که شما نگاه میکنید، با نگاه کردن متوجه میشید دیگه و گوشه دفترتون یادداشت میکنید. مثلا میگید که خب این شخص پشت خمیده ای داره، این گوشه یادداشت میکنید موقع اندازه گرفتن و موقعی که میخوان الگو بکشید این ایرادها رو توی الگو براش برطرف میکنید. این هم الان یادم اومد که گفتم بهتون بگم.
میریم جزو الان این سینه و کمر و باسن رو که گفتم، این کارور جلو و پشت هم جزو اندازه‌گیری های افقی حساب میشه که من همینجا بهتون میگم. ببینید زمانی که ما صاف میستیم دستمون از کنار بدنمون آویزون هست، حالا رو لباس که مشخص نیستش، وقتی که شخص تاپ تنشه یا لباسی نداره دقیقا یه خط اینجا میفته، دقیقا قسمت فصل مشترک دستتون با بدنتون یه خط ایجاد میشه که همین ابتداش میشه قسمت کارور شما که ما میایم اندازه میزنیم. حالا مانکن من چون دست نداره من نمیتونم دقیق بهتون نشون بدم، ولی وقتی که جلوی آینه میستید یا مشتری رو میبینید بدنشو، دقیقا همین خطی که این چینی که اینجا میفته میشه جایی که ما باید کارور رو اندازه بزنیم. متر رو میذاریم دقیقا ابتدای این خط و انتهای این خط، جلوتر نمیاریم و بیرون هم نمیبریم، دقیقا از ابتدا و انتهای این خط ما کارور جلومون رو اندازه میزنیم. برای کارور پشت هم دقیقا به همین شکل متر رو میذاریم قسمت پشت و دقیق به این صورت کارور پشتمون رو اندازه میزنیم. حالا مانکن من چون خط داره قشنگ شما میتونید متوجه بشید که کارور کدوم قسمت از بدن هستش، و اگر که بخواین چشمی هم ببینید فاصله بین سرشانه و خط سینه دقیقا وسطش میشه خط کارور ما، که ما شما چشمی هم میتونید اینطوری روی بدن شخص اگه لباس تنش باشه بدونید که به چه صورتی هستش. حالا اندازه بعدی اندازه سرشانه هست، این قسمت از گودی گردن، دقیقا ابتدای گودی گردنتون همینجا متر رو میذارید و به صورت افقی این شکلی تا جایی که یه استخون اینجا سر سرشانه هست دست بزنید مشخصه، دقیقا تا روی این اندازه میزنید، یعنی تا جایی که دست شروع میشه و حالت افقی داره این سرشانه ما اندازش رو میزنید. و برای دور گردن هم ما میایم جلوی گردن یه فرو رفتگی داره که به این صورت ما دقیقا سر متر، حالت بهش میگن اصطلاحا حلقوم، که سر متر اینجا قرار میگیره و به صورت متر رو میچرخونیم دور گردن شخص و به صورت هفت، ببینید این اگه این قسمت فرو رفتگی باشه ببینید به این صورت قرار میدیم و این رو به این شکل اندازش رو میزنیم. و این هم برای دور گردن. خب اندازه مهم افقی دیگه اندازه فاصله سینه هستش که من از این نوک سینه تا این نوک سینه متر رو میذارم و اندازه میزنم، دقیق باید رعایت بشه فاصله این دوتا از هم دیگه، خیلی عقب و جلو نمیایم فاصله ها رو رعایت میکنیم اندازش رو، چون اگر لباستون برشدار باشه کلن میریزه به هم لباستون، برش ها فاصله هاش زیاد و کم میشه. و متر رو هم همینطوری حالت افقی در نظر میگیریم، این رو به این شکل داخل نمیبریم، ببینید حالت انحنا بهش نمیدیم، مترتون قشنگ صاف باشه اندازه میزنید. خب اندازه گیری های افقی تمام شد، بریم سراغ اندازه گیری های عمودی. اندازه گیری عمودی اولین اندازه قد بالاتنه جلو هستش، من متر رو میذارم روی سرشانه، این خط سرشانه رو هم از روی لباسی که پوشیده، مثلا اگر یه زمانی تیشرت خیلی جذبی پوشیده باشه که اصلا آستیناش خیلی جذب باشه و سرشونش مشخص باشه، از اونو میتونیم در نظر بگیریم و اونو مبنا قرارش بدیم، از اون سرشونه تا پایین اندازه بزنیم. اگرم که نه میتونیم از راستای گوش، ببینید اگر این گوش رو ما ادامش بدیم تو راستایی که گوش که میاد پایین این میشه خط سرشانه ما، پس ما متر رو میذارم دقیقا روی سرشانه، پایین تر و عقب تر نمیرم چون قد بالاتنتون به هم میریزه، کوتاه و بلند میشه، پس من دقیق سر متر رو میذارم روی سرشانه، از روی سینه رد میشم، از نوک سینه تا 2-3 سانت پایین تر از نوک سینه به این صورت میارم روی سینه و دیگه این رو این شکلی حالت نمیدم، فقط از نوک سینه 2-3 سانت پایین تر و بعد این رو به صورت عمود در نظر میگیرم و به صورت حالت ایستاده تا روی نوار، الان برای من 42 هستش بالاتنه جلو. حالا میریم سراغ بالاتنه پشت. خب میتونیم یه کاری بکنیم، ما میتونیم زمانی که ما بالاتنه جلومون رو اندازه زدیم این اینجا رو یه چسب بذاریم سر جای خودش باشه، خب و از اینجا
دقیقا از کنار این متر رو بذاریم، برای مترهایی که دو سمتش شماره یک دارن با یک شروع میشن، این روش روش خوبیه. من الان این رو گذاشتم، ببینید اینجا گذاشتم، میتونم اینجا رو یه چسب بزنم یا یه سوزن بهش بزنم، این اینجا باشه، من از کنار این میام و قد بالاتنه پشتم رو اندازه میزنم به این شکل. این هم یه راه حل هست، ببینید بهتون نشون بدم. من این رو میذارم و به این صورت قد بالاتنه پشت من مشخص میشه، اندازش رو میزنم. خب این از قد بالاتنه پشت. همزمانی که اینجا قد بالاتنه جلو رو من دارم اندازه میزنم، طول سینه رو هم میتونم اینجا اندازه بزنم. دقیقا سر متر رو میزنم روی سرشانه و به این صورت تا نوک سینه رو اندازه میزنم به این شکل. دقیقا به این صورت سر مترم روی سرشانه است و انتهای مترم دقیقا روی نوک سینه، که این میشه طول سینه. این هم فاصله سینه بود که جزء اندازه گیری های افقی ما بود. حالا میریم سراغ دور بازو. قسمت برجسته بازو رو ما متر رو، حالا من الان اینجا مانکنم دست نداره، به این صورت قسمت برجسته بازو رو با متر، الان خب من که لباس پوشیدم این اندازه دقیق نیست ولی میخوام بهتون نشون بدم، با فاصله یه دونه انگشت ببینید اینطوری متر رو دور بازوی شخص میذارید، یه انگشت زیرش و اندازه میزنید. البته اینم جز اندازه های افقی هم میشه حسابش کرد، به این صورت گرفته میشه دیگه. خب این هم اندازه دور بازوی ما. یکی از اندازه های دیگه و خیلی مهمه ما اندازه قد آستین ما هست. قد آستین رو میم چیکار میکنیم؟ قد آستین هم میایم متر رو میذاریم روی دقیقا همین استخون که بهتون گفتم انتهای سرشانه و توی دو مرحله ببینید ما دستمون رو به شخص بگید که انگشت شستش روی نافش قرار بگیره به این صورت. ببینید چه زاویه‌ای داره؟ خب حالا شما متر رو بذاری روی سرشونه، این قسمت انتهای سرشونه، و نیارید متر رو از پشت اندازه بزنید، از قسمت آرنج که این پشت دست من هست. خب چون اینطوری اندازه تو اندازه قد آستینتون خیلی بلندتر میشه. متر رو دقیقا سر متر رو بذارید روی سرشانه، انتهای سرشانه، و بیارید تا اینجا و بعد از روی دست ببینید بیارید تا دقیقا لبه مچتون. اگر که خواستید قد آستینتون کوتاه‌تر باشه، سروب باشه، اون دیگه دل بخواه خودتون هستش. دور مچ رو هم متر رو میتونید هر جایی که خواستید قدتون بود اندازه بزنید. یه موقع اینجا هست، یه موقع بالاتر هست، یه موقع حالت سروب داره، و زمانی که خواستید اندازه طول قد آستینتون رو مشخص کنید همونجا هم دور مچتون رو اندازه میزنید. یکی از اندازه های عمودی دیگه اندازه بلندی باسن هست که ما به این صورت متر رو میذاریم روی، ببینید به این شکل متر رو میذاریم روی نواره که بستیم، دقیقا روی خط کمرمون، و از اینجا اندازه میزنیم. حالا کجا رو اندازه میزنیم؟ دیگه برجسته ترین قسمت باسن رو به این شکل. این میشه بلندی باسنمون. و اینی که ما باسن بزرگ رو اندازه زدیم، دور باسن بزرگ رو، خب یه زمانی ما احتیاج داریم به اندازه باسن کوچیک، فاصله بین خط کمر و باسن بزرگمون دقیقا نصفش میشه باسن کوچیک ما، که ما به همین شکل میتونیم این شکلی متر رو بیاریم این شکلی. این میشه اندازه دور باسن کوچیک ما. و تقریبا آخرین اندازه، اندازه دور حلقه هست که ما متر رو از زیر بغل شخص رد میکنیم و میاریم به این صورت حلقه میکنیم و روی سرشونه دو سر متر رو به هم میرسونیم این شکلی و دور حلقش رو اندازه میزنیم. خب این هم از اندازه گیری بالاتنه که من توی پست جداگانه اندازه گیری شلوار رو هم آموزش دادم که لینکش رو این بالا براتون میذارم که اون رو هم حتما ببینید که برای دوخت شلوار خیلی نیازتون میشه. لطفا ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون کانال رو معرفی بکنید. دوستتون دارم، تا آموزش بعد خدا نگهدارتون.